الان ایمیل و فضای مجازی اینا در اختیار شماست، شما میتونید این مطلب رو به گوش هزاران نفر برسونید. پاسخ به این شبهه بسیار مهم رو در این چند دقیقه میخوام از نظر تاریخ و عقل این رو بیان کنم. همه مورخین بدون استثناء میگویند، مورخین شیعه، سنی، غیر مسلمان، هر کسی که درباره تاریخ امام حسین نگاشته میگوید امام حسین علیه السلام در مدینه، مورخین نوشتن فارغ از دین و مذهب و باورشون، در مدینه امام حسین جانش در خطر بود، مسلحین وارد شدند تا حضرت را ترور کنند. این دلیل و مستند تاریخی از مسلمات تاریخ است. امام حسین علیه السلام به عنوان یک انسان عاقل، حالا امام حسین نه، هر کسی که یک هدف بالایی داره اگر جانش در خطر از یک سو، از طرف دیگه یک هدفی دارد که میخواد به اون هدف برسد چه کند؟ آیا در خانه بماند؟ مسلحین یورش ببرند و او را بکشند؟ صداش به جایی نرسد؟ صدای مظلومیت و دادخواهیشو هیچ کس نفهمه و به هدفش نرسه؟ یا نه یک انسان عاقل میگه از این خانه خارج میشم، وارد میدان شهر میشم، فریاد میزنم ای مردم، عده‌ای جنایتکار تروریست آمده ان میخوان من رو ترور کنن، بیایید به من کمک کنید، من چنین هدفی دارم. هدف خودش رو بیان کنه، بگه ای مردم من میخوام شما را هدایت کنم، مردم من میخوام شما را با خدا آشنا کنم، مردم خیر دنیا و آخرت برای شما دارم. هدف امام حسین علیه السلام این بود دیگه. خب به عنوان یک انسان عاقل، بحث محض مذهبی نیست، بحث تاریخی و عقلی صرف و محض است، فقط تاریخی و عقلی، یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد مقابل این اقامه منطق و برهان قد علم کنه. بعد امام حسین علیه السلام نه تنها در اون شهر مدینه، از اون شهر حرکت میکنه، میاد در مکه، باز در بین راه خطبه ها میخونه. در مکه حکم ترور کردن امام حسین علیه السلام صادر شد که حضرت رو اگر حتی به پرده های کعبه آویزان هست او را بکشید. امام حسین از اونجا خارج شد، شهر به شهر، دیار به دیار، قریه به قریه حرکت میکنه تا کربلا، هی هدفش رو بیان میکنه. بهترین سازماندهی و ساماندهی در مسیرش برای رساندن این هدفش، یعنی امام حسین علیه السلام از دقیقه اول در مدینه حتما میدانست که او را میکشن، مستندات تاریخی هست. حالا این انسان عاقل بماند و همونجا کشته شود و نامش با هدفش محو و نابود شود بهتر است، یا حرکت کنه بیاد کربلا و این هدف مقدس را عالمگیر کنه، زن و بچه را با خودش بیاره؟ چرا که میگوید هدف من عالی تر هست از این که زن و بچه من به اسارت برن، هدف من عالی تر هست از این که جان من فدای اون هدف بشه، هدف من مقدس تر از آن است که حتی جان شیرخواره من فدای اون بشه. داریم بحث رو کاملا عقلانی میکنیم ای دنیای امروز که دم از حقوق بشر میزنی، ای دنیای امروز که دم از حقوق انسان میزنی، آیا حق یک نفری هست که آنگونه زندگی کند برای رسیدن به هدفی که برای خودش ترسیم کرده؟ حالا هدف غلط باشه یا درست باشه، چه برسد به کسی که همه نخبگان عالم تسلیم منهج و مکتب سید الشهدا شدن، مانند گاندی که میگوید من هیچ چیز تازه برای بیش از 1 میلیارد جمعیت هند نیاوردم مگر الهام گرفتن از مکتب حسین ابن علی علیه السلام. اگر امام حسین در مدینه میماند و کشته میشد، آیا در قرن 20 و 21 گاندی و گاندی ها پیدا می شدن تا از مکتب امام حسین الهام بگیرن؟ جمله آخر رو عرضم، تمام وقت گذشت. ببخشید، کورت فیلیشلر آلمانی
کتابی نوشتند امام حسین و ایران. در اون کتاب میگوید شهادت حسین ابن علی از عیسی مسیح بالاتر است، شهادت حسین ابن علی از محمد ابن ابی بکر بالاتر است. میگه من مجموع شهادت ها، جان فشانی ها، جان دادن در راه ادب ها و فداکاری ها رو بررسی کردم، دیدم 3 نفر عاشقانه جانشون رو فدای هدفشون کردن. یکی عیسی مسیح تا پای جان ایستاد در راه هدفش. 2 محمد ابن ابی بکر جانش رو فدای هدفش کرد. 3 حسین ابن علی. ولی وقتی خوب اینها رو بررسی کردم در کنار یک دیگر، دیدم بالاتر و اشرف است و ارزشمندتر از همه اینها فداکاری حسین ابن علی است. چرا؟ میگوید وقتی عیسی مسیح به شهادت میرسید در به زعم خودش که او را به صلیب کشیدند، عقیده و باورمندی ما این است که به آسمان ها عروج کرد، ولی وقتی که داره تحلیل تاریخ میکنه، تاریخ موجودی که در اختیارش هست، میگه وقتی عیسی مسیح را به صلیب کشیدند او تنها بود، زن و بچه ای نداشت که نگران زن و بچهش باشه. پس شهادت محمد ابن ابی بکر اشرف است، بالاتر است، مهمتر است از شهادت عیسی مسیح. بعد نگاه کردم به زندگانی محمد ابن ابی بکر، دیدم شهادت او هم ارزشمند است. چرا؟ چون زن و بچه داشت و در فکر و نگرانی زن و بچهش بود. ولی اونچه که شهادت او را متمایز میکنه این که او در لحظه آخر فقط یک راه، جان دادن در راه هدف، اختیار نداشت، دو راه نداشت، جان خودش رو نجات بدهد یا شهادت رو بپذیرد. ولی وقتی مکتب و مرام و مدرسه و زندگانی حسین ابن علی را خوب مطالعه کردم، دیدم امام حسین علیه السلام حتی تا ظهر عاشورا این فرصت رو داشت که جان خودش را نجات بدهد، ولی در راه هدف. او نیز زن و بچه ای داشت که نگرانش باشند. او نیز مانند محمد ابن ابی بکر چنین دغدغه و نگرانی داشت، ولی اون چیزی که او را متمایز میکرد این بود که تا آخرین لحظه به او گفتن بیا جان خودت رو نجات بده، ولی ثابت قدم در راه هدفش ایستاد تا به شهادت رسید. اینجاست که غیر مسلمانان نیز تسلیم این حرکت عظیم و مقدس سیدالشهدا شدند. پس این شبهه رو و سؤال رو هم پاسخ دادیم از منظر تاریخ و عقل، که هیچ انسان زی شعور و زی عقلی نمیتواند اون را منکر شود. عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.